سال 57 در حالی آغاز می شد که مردم ایران التهابات زیادی رو تجربه می کردن. سرانجام بعد از سالها انتظار، تیم ایران جواز حضور در اولین جام جهانی تاریخش رو کسب کرده بود. در شرایطی که مخالفت‌ها علیه سلطنت افزایش یافته بود، میدان مسابقات هم از تأثیر این رخدادها بی نصیب نمی موند. تیم‌های ولز، یوگسلاوی و بلغارستان رقبای تدارکاتی ایران در راه آماده سازی برای جام جهانی بودند. یک ماه قبل از شروع جام جهانی هم فرانسه با همه ستاره‌هاش در برابر ایران قرار گرفت. اما شب قبل از مسابقه، تعدادی از جوانان انقلابی مقیم فرانسه شعار مرگ بر شاه رو روی چمن استادیوم نوشته بودن تا پیامی حاکی از عمومی شدن مخالفت ها با شاه از پاریس به تهران منتقل بشه. یک ملت، یک ضربان. ۲۱ اردیبهشت 1357، ایران بازی دوستانش رو در مقابل شاگردان نامدار میشل هیدالگو برگزار میکنه. فرانسوی ها خیلی زود و با ضربه آلبرت گمریش از ایران پیش میافتن. رولی دو جانویان پو روشتو کیسان تری گمریش آن امبوسکاد دون تت مارد. نیمه اول با همون یه گل به سود فرانسوی ها به پایان میرسه. اما مثل بیشتر بازی‌های قبلی، نیمه دوم شراکت متفاوتی داره و حسن روشن بازی رو به تساوی می‌کشونه. Alors que ici Berdol est encore aux avant-postes, il est fauché et Six enchaîne immédiatement. C'est le deuxième but français, un but contesté. و یه توپ هم اونا گل دوم به ما زدن که دو ضربه لان کرده بودن. بدون سوت زدن که درست بود، ما قانون نمی‌دونستیم 2-1 اونطوری، یعنی اجازی وایساد که تو رفت و گل حساب کردن، ولی عملا گفتن 1-1 شد. بعد پاریس سن ژرمن خب فرکی دوباره زخمی شده بود، من از اول که بازی کردم یه خود بارون اومده بود، من دوباره پام باز شد، رباتم آسیب دید، اونجا منو عقب انداخت دیگه. من از اونجا پام رفت تو گچ. دو ماه قبل از جام جهانی بود و هم خودم هم دکترها میگفتن که دیگه نمیتونم جام جهانی مثمر ثمر باشم. بعد فدراسیون اعلان کرد که نه تنها شما رو میبری، ما 22 نفر تو اردو بودیم، 18 نفر بعد میرفت، گفت نه تنها شما رو میبریم، اون چهارتا رو هم میبریم، چون چهارتا هم به آینده اینجا جوون هم، مثل آقای پنجلی، آقای بشکار، آقای بعد از این چهار نفر آقای رشیدی به عنوان اعتراض نیومد. بعد تیمم که وقتی میخواست به جام جهانی با یه هواپیما 447 اختصاصی رفت که حدود 20-30 تا صندلی فقط گذاشته بودن که موقع رفت و بلند شدن نشستن باشه بچه ها بشینن، برایشم باز کرده بودن، ما راحت استراحت میکنیم چون خیلی طولانی بود. ایران در جام جهانی 78 باید در رقابت‌های گروه چهارم به مساف هلند و اسکاتلند از اروپا و پرو از آمریکای جنوبی می‌رفت. متأسفانه تو اولین تورنمنتی برای اولین بار که شرکت کردیم افتادیم با 3 تا تیمی که قدر بودن و خیلی هم سخت بود. مثلا اولین بازی که افتادیم با هلند. طبق قرعه اولین بازی ایران در تاریخ جام جهانی 13 خرداد سال 1357 در مندوزای آرژانتین برگزار شد. من یادم روز اول دومی که تمرین میکردیم یه گروه فیلم برداری اومده بودن و تمرینات ما فیلم برداری میکردن، میخواستن با کاپیتان تیم صحبت بکنن، خصوصا علی آقا اومد و صحبت کردن. علی آقا هم که با اون گویش خودش، علی آقا هم خیلی خوشمزه است دیگه میدونین، پرسیدن خب پس فردا با هلند بازی دارین چی کار میکنین؟ گفت 3 تا میزنیم. خبرنگاری مونده بود چی جواب بده، میخواد سوال بعدی رو بکنه، نمیدونست
مثلا قد و بالای علی آقا رو نگاه میکرد، تیم رو نگاه میکرد که مثلا این تیمی که تازه اومده اولین بار اومده به جام جهانی میخواد بره به هلند ستا بزنه. هلند حریف اول ایران و نایب قهرمان دوره قبلی بازی هاست که در سالهای طلایی و پرستاره که فوتبالش به سر میبره. ستاره های پرآوازه ای مثل رود کرول، آری هان، یوهانیس کنز و جانی رپ. اما یوهان کرایوف بازیکن افسانه‌ای هلندی ها به دلیل اختلاف با مسئولان فوتبال هلند قایب بزرگ نارنجی پوشانه. هلند نایب قهرمان دوره قبل جام جهانی بود. World Cup 74. There's the skipper whose side has won it, Franz Beckenbauer. من خودم وقتی فینال 74 نگاه می‌کردم فکر نمی‌کردم که دوره بعد از جام جهانی خودم به عنوان بازیکن ملی و با تیم ملی ایران مقابل هلند بازی بکنم. این یعنی نشون میده که خب به حال ما خیلی زود رسیدیم به اون جایگاه، یعنی خودمون رو مقابل تو جام جهانی و مقابل تیمی مثل هلند داریم می‌بینیم. تیم ملی هلند در 1974 برای جامعه ما یا حداقل خود من ناشناخته بود. این تیم شروع کرد به زدن تیم‌های بزرگ اروپایی و تو نیمه نهایی 2-0 برزیل رو زد، رسید به فینال. در همون ایام تهران ماهای منتهی به انقلاب 57 رو سپری می‌کرد و در سالگرد 15 خرداد ماه با تشدید مقابله نظامی توسط دولت آموزگار، مردم باز هم در تنگنا قرار گرفتند. دقیقاً در همین زمان بود که تیم ملی در جام جهانی آرژانتین به میدان می‌رفت. صدای ایران و تماشاگران ارجمند تیم ایران، امشب مسابقه ایران و هلند انجام میشه و این اولین مسابقه هست که در این گروه انجام میگیره و همزمان با این بازی یک بازی هم اسکاتلند و پرو خواهد داشت در شهر پورتو بخواهد. تیم ملی فوتبال هلند شما روی صفحه تلویزیون برای تماشاگران تیم ایران عرض میکنم روی صفحه تلویزیون چیده میبینید لباسشون، اگر تلویزیونتون سیاه‌سفید هست و تلویزیون های رنگی نارنجی 11 پوشیدن هلندی ها. البته تو اون بازی که میدونید یه موقعیت خیلی خوبی هم گیره من افتاد خودم و همراه صادقی که به حال همون موقعشم ما به حال جهت شوخی میگفتیم اگر این توپ گل شده بود شاید ما بیشتر از 3 گل هم دریافت میکردیم، چون اون موقع به حال هلند این توانایی رو داشت. مستقیما برای صدا و سیمای ایران گزارش میکنیم. رپ سوربیت خطر سی در روزه ایران و در روزه شبیه تریز که محکم و از خیلی آشنا بودیم با هم، میدونستیم چی کار رو باید بکنیم، ولی خیلی چیزها اونجا تغییر کرده بود دیگه به این صورت ما دو با تیم هلند تیم دوم دنیا بازی میکردیم، با تیم پرو بازی میکردیم دوم آمریکای جنوبی بود. اون موقع فرق داشت، اونا کارایی میکردن که دیگه با این سادگی نبود. ما میدونستیم مثلا تیمت استرالیا ست فوروارد اینو من میگیرم اونو میگیره اونو میگیره. اونجا هم ظاهر قضیه این بود دیگه، من مثلا هلند رپ رو من باید میگرفتم، نمیدونم رنسن بیلینگ رو نظری میگرفتم، اون یکی رو کرکوف رو چیز میگرفت، مثلا اسکندریان میگرفت، ولی اینجوری نبود اصلا. این هلند هست که با سیمان کرکوف بیان جلو که خطر ایجاد بکند و فینال
بازیکن شماره 20 ما عبداللهی تندیج پنالتی میده روی رد بندر کرکوف. وقتی که من پنالتی کردم من با کرکوف تک تنها تو 18 قدم بودم، در صورتی که یار من پشت تو قرار میگیره رنسن برینج. تماشاگرا آرژانتینیا هو میکنن بایستی منتظر بشید توی دروازه گل برتری تیم ملی فوتبال هلند درست در دقیقه ایجاد چهلم وارد دروازه ایران میشه به وسیله رنسن برینج. پروین اسکندریان کازرانی و سوت پایان نیمه رو آقای آلفونسو آرکوندیا گونزالس پترال در میاره. پایان نیمه اول مسابقه تیم های ملی فوتبال ایران و هلند با نتیجه یک بر هیچ به سود هلند به دنبال تکی که عبدالله میرفت بزنه. به نظر میرسید نام و آوازه بازیکن حالا جدی میگن آقا اینا ترسیده بودن، ولی زمانی که ما با تیم های مثل بلز و تیم نمیدونم آرژانتین و تیم ملی فرانسه بازی کرده بودیم اصلا ترسی وجود نداشت اینا. حالا بعضی میگن استرس، خب بر آدم هر بازی استرس داره، شبش استرس داره، ولی ترسی وجود نداشت در مقابل آوازه. و ما بدون تجربه بودیم از جام جهانی، هیچ دیدی نداشتیم در مقابل هلند. فقط ما یک بازیش دیده بودیم که قهرمان تو تورنمنت پارک دو پرنس، فکر میکنم که 9 تا زد به تیم دوم اروپا، تیم اف سی بروژ 9 تا که ما بازی رو داشتیم تماشا میکردیم. اینا فوق العاده تیم قوی بود که رفت بعد فینال، و فینال هم به نظر من حقش بود، قهرمان دنیا میشد. فقط به خاطر مسئله اونجا که کودتا شده بود حتما با تیم آرژانتین اول میشد که سر صدا بخوابه اینا، سر صدا اونجا، وگرنه حق هلند بود. ترس نبود اون صورت که بگن، اینا تمام شوخی بود. بالاخره بازی ما بازی با آرژانتین هم بازی کرده بودیم، بازی هلند هم دیده بودیم، ولی بالاخره اولین بازی بود در این محیط به اون بزرگی، بعد با تیم دوم دنیا بازی می‌کردیم. سال قبلش دوم شده بود، یعنی خیلی مشکل بود. اون بالاخره برای هر تیمی حتی تیم غیر از تیم ما بود یه حالت ترس و وهم داشت، نه اون ترسی که ما به ترس می‌زدیم. بستگی داشت به بازیایی که تو ایران بود. ایران مثلا داورا شما تک می‌رفتی، نمی‌دونم تک خصوص سفتم می‌رفتی، پنالتی نمی‌گرفتن. ما عادت کردیم تو ایران اینجوری. و میره تو شکم داور مکزیکی که نبود و این کار رو که اینجا میکنیم. بعد رنسن برینگ گوشه چپ تیم هلندیا که الان خیلی مشهور بود بعد از یوهان کنرفورد دمتن کرول و اینا معروف بود، میاد سمت این، به انگلیسی بهش میگه اخراجت میکنه، اعتراض نکن، یعنی کمک میکنه. اینقدر ما بی تجربه بودیم در جام جهانی، خب دفعه اولمون بود دیگه. ولی دوتا دیگر که پنالتی کردیم برای پشت عبدالله تک زد، تک به تک داشت میشد، تک زد که حتی اون بازیکن دست شکست که بازی هلند فینالش اگه یادتون باشه با دست گچ گرفته بود که داور یه مدت به سر بازی رو نگه داشت و رفتن گچ دستش رو باز کردن و باند پیشی کردن اومدن تو برنامه. رنسن برینج هر دو گل هلند زده، اینجا هم بیره پناجوری میزنه و به طاق در مدلتی که رنسن برینج میزنه. نگاه میکنیم به این شکل خرداد 1357 ایران در دومین بازیش مقابل تیم اسکاتلند قرار میگیره. در تیم ملی فوتبال ایران ناصر اعجازی، دروازه‌بان نظری عبداللهی، کازرانی، اسکندریان، پروین، صادقی، قاسم‌پور، فرکی، غفور جهانی و دانایی فرد بازی میکنند. در تیم ملی فوتبال اسکاتلند آرن راف دروازه‌بان هست، بازیکن‌ها جاردین بوکان. اسکاتلند همون تیمی بود که انگلیس رو برای حضور در جام جهانی ناکام گذاشت. Has checked his watch and we're in injury time and there isn't much of that. It's all over and that is the first time in Wembley history that England have been beaten here three times in one season, and
Scotland are the third side to beat them here. Holland came and won, Wales came and won, and Ali McLeod, Scotland, in his first match as manager against England, have gained their first victory over the old enemy since 1967. A 10-year wait it's been. They invaded the pitch 10 years ago, and they're here again. The Wembley fence is not yet up, so the fans have come over the barriers. در بازی اسکاتلند اوفارل اومد تو رختکن ما. آقای اوفارل هم اومد که یه مقدار علاوه روحی برای بچه‌ها صحبت کرد، یه نیم ساعتی صحبت کرد و یه مقدار از علاوه روحی بچه‌ها خیلی رفت. خب می‌دونید ما 3-0 به هلند باخته بودیم. خیلی بازی بد سخت بود برای ما با همو اسکاتلند. یعنی واقعا وحشتمون شده بود 2 برابر که یهو از اسکاتلند هم مثلا 5 تا گل بخوره دیگه آبرو عزتتون میره. آشنایی داد که اونم چجوری بازی بکنه. اون بود که خیلی ما ساده بازی کردیم با اسکاتلند. یعنی شما بازی رو نگاه کنی، یعنی یه بازی پایا پای بود با اون بازیکنای بزرگ، اون تیمی که مثلا هلند رو زد. به دلیل اینکه میتونست آوانتاژ بده، خب ضربه میزنن بدون معطلی. بازیکنای اسکاتلند هنوز توی زمین ایران هستیم. توجیهات اضافی را از دارش امریکان ستایی ایران میدم. عبداللهی بلند به جبهه چپ برای قفور جهانی توی محوطه 18 قدم اسکاتلند. قفور جلوی دروازه، حالا فرصت داره و توپیش که به کورنر میسنه که برگردون میزنه لومکانی و این ناصر حجازی هستش که توپ رو به همین شکل که مشاهده میکنید به پشت دروازه میفرسته و قرضی هم به بازیکنهای دفاعمون میزنه و یه چیزی رو بهشون میگه. ضربه کاشت علی پروین میزنه بلند و از بالای دروازه عبور میکنه، در حالی که آلن راف برخوردی هم پیدا میکنه با تیر عمودی دروازه. نگاه میکنیم ضربه که علی پروین میزنه. ایران در نیمه اول بازی نسبتا خوبی ارائه میکنه، اما یه اشتباه از یکی از بهترین بازیکنان ما گل اول رو به اسکاتلند هدیه میده. رنجوری دروازه و میره توی دروازه ایران. در فاصله یک دقیقه به پایان نیمه اول این توپ است که وارد دروازه ایران میشه. یک لحظه قفلت و اشتباه سبب میشه که گل بصری خودش رو تیم ملی فوتبال اسکاتلند بزنه و این ناصر حجازی هستش که میاد و صحبت میکنه با میکنم که شاید البته خیلی ها میگن ما در جام جهانی 78 بهترین بازیمون اسکاتلند بود، ولی من نظرم این نبود. بازی اسکاتلند رو خوب بازی کردیم، میتونستیم حتی ببریم. یعنی اینکه ما بعد اینکه ایرج گل زد و مساوی شدیم، خب گلی هم که خوردیم میدونی جردن هول داد آندرنیک اسکندریان و خطای 100% بود ولی نگرفتن. خب اون بازی تموم شد. بازی گل که زدیم بلا فاصله 5 دقیقه بعد از اون گل ابراهیم قاسمپور از رو دایره سان رفت که تک به تک بشه با گل. حرکی توی بلند برای قاسمپور تری دیره که دروازه استادی باز میکنه اگر بتونه، ولی توپ رو با سرعت زیاد میفرسته و خودش جا میمونه و این آلن راف هم دروازه‌بان تیم ملی فوتبال اسکاتلند که میاد از دروازه بیرون و کنترل میکنه. در این حال اشاره کنیم که علی مکلود دروازه‌بان اسکاتلند به نظر میرسید ما رو هم جدی نگرفته. به نظر میرسید که اسکاتلندی ها بیش از حد به ستاره هاشون میبالیدن و تساوی 1-1. یس جوش باید نداره وقت تموم شده. بعد از تساوی با اسکاتلند، بازی آخر با پرو کورسوی امیدی تلقی می شد تا شاید ایران بتونه به سختی به مرحله بعد صعود کنه. بازی سوم وقتی که اسکاتلند یه دفعه اومد هلند رو برد، اصلا یه طوری بود 3-1 شد، هلند اوت می شد. دقیقه 90 گل خود 3-2 شد، بعد گفتن ایران هم شانس داره. وقتی گفتن ایران هم شانس داره دیگه گفتم دیگه میخوام چیکار بدن و دیگه به درد نمیخوره. بعد از اینکه من قرار شد بازی کنم از اول، اون بازی رو مساوی کردیم، یه خود مغرور شدیم، یه خود غرور گرفتمون، همه اومدیم نشستیم، یه استخری بود اونجا تو کمپمون دور استخر، گفتیم ما پس فردا پرو رو دیگه راحت میبریم دیگه. که در گروه چهارم آخرین مسابقه رسید.
خب صدای روشنزاده هم رسیده، بنابراین من سکوت میکنم که شما صدای روشنزاده بشنوید که از اونجا مسلط‌تر و راحت‌تر هست. عبداللهی و از بالای دروازه تیم ملی پرو عبور میکنه. خب اون بازی آقای ماجرانی هم بهار ریسک بیشتری کرد و تغییراتی رو بهار توی هم ترکیب به وجود آورده بود هم سیستم که بهار ما بتونیم ببریم، چون ما میباختیم بهار دست رفته بود. بعد گل خوردیم، یعنی اول بازی یارو کوبلاس یه بازیکن بزرگی بود، تق 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 زد. شاید روز خوب حجازی هم نبود اون روز. من یه تنه ساده زدم، شما تو فیلم اگه ببینید خیلی ساده، حتی بازیکن زمین هم نخورد، بغل به بغل تنه ها تو تهرون میزدیم یا جای دیگه میزدیم، اصلا مسئله نبود. کوبلاس پشت توپ هست و توی دروازه میزنه. دومین گل تیم ملی فوتبال پرو هم در دقیقه 36 روی ضربه پنالتی که کوبلاس میزنه وارد دروازه ایران میشه در دقیقه 36. نگاه میکنیم حرکت کوبلاس و اجازه هم درست حرکت کرد و پاسها سریعتر بود. زدم گلره رد کرد، کورنر نگرفتن، یه توپ زدم گل شد عین همون، یه توپ گل خالی رو نزدم، یه توپ زدم اینور گلر گرفت افتاد زدم اینور گلر. گلره اون روز خیلی خوب بود، یعنی من خودم اگر گلره روز عادیش بود من خودم بعد سه تا می‌زدم، بچهای دیگه دو تا می‌زدن، یه بازی رو می‌بردیم. اما خب ما هم نباید پروری می‌بردیم، پروری که 7-8 مرتبه اومده بود، ولی سعیمونو کردیم، سعی هم مربی سعی کرد که با روشش بگه. بعد هفته دوم دقیقه 60 من باز تک به تک شدم با گلره، پام سوخت دیگه، استخونو میشه باش را بری ولی عضله رو اصلا، که گفتم میرم اینو تموم میکنم ببین نداره حالا چی شد، که دیگه پاره شد، اصلا به طور کلی پاره شد. دفاع در حالی که دستشو کشید کاپیتان تیم ملی فوتبال پرو شامپیتاس دست اصلا روشن گرفت کشید و روشن تعدادش به هم خود، ولی داور منتقده که کاری انجام نشده و خطا نیست و دستور ادامه بازی میده، در حالی که روشن کماکان دراز کشته روی زمین توپ و داور میاد که تراپ بال بندازه به نگی بازیکن از پرو و ایران. بهتاش فریبا کنار زمین مشغول گرم کردن خودش هست، هافبک تیم ملی فوتبال ایران. آسیب روشن که نمیدونم، حالا بگم خوششانسی من بود بدشانسی حسن آقا بود، حسن آقا پاش همه سرینگش کشیده شد، من باز طبق معمول گرم نکرده مثل بازی فرانسه دیگه رفتم تو زمین جای آقای روشن و خوشبختانه دیگه مصدوم نشدم. و این گل هم در دقیقه 78 زده میشه، اشاره میکنه کمک داور و در حالی که وقت هم سکره داور آوت میگیره در حالی که پاره پروش بیگه سیجان و اینجا سوپ پایان رو به شما در میاره. کم تجربگی ایرانی ها در میدان های بزرگ جهانی عامل اصلی شکست و ناکامی در این جام بود، اما در گیر و دار اولین جام جهانی تاریخ تیم ملی هیچ کس نمیتونست پیش بینی کنه که تنها 6 ماه بعد ایران آبستن حوادث بزرگی در تاریخ سیاسیش خواهد بود. سنگ و یه تنه به مادرم گفتم چشم مردم به منه، شونه به شونه محکم کوبنده، تیمی که اینجاست واسه بردن اومده. تمرینا درس به درس مربی ها با تو مرکز من میام، این سینه داره میگه از قیام، همتینی افتخار سازی میریم با اقتدار بازی، میریم غیرتی هم میریم، آمادگی که در این عدیدی اعتماد به نفس، انضباط محض، استعداد که هست، اتحاد یه دست، قالب یه سلاح رزم، یه حس ناب عزم، این ارق خاک پس از
از اسم ما بترس.